اول خدا رو شکر می‌کنیم که بالاخره افتخار دادن اکسل لقب دیسکی شد. پیش کس انتظار نداشت این ماشین باشه. بریم برای ستاپ و زودتر تحویلش بدیم. برای دوستانی که فکر می‌کنن ماشین فقط یه توربو داشته، نه توربو نداشت. ماشین همه چی بوده. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن ترکمتر. یهو می‌بینن که احسن ایران خودی ماشین آماده کرده برای رالی که سوئیچ انرژی رو قطع نکرد. یه ایسیایی پیدا میکنن دوستان که تو هیچ قبرستونی پیدا نمیشه. هیچ کس انتظار نداشت این ماشین باشه. خدا نمیدونستم این ماشین باشه. واقعا قلبم گرفت. امروز یه ماشین داریم به نام شاهین سایپا و میخواییم یه چکاپ انجام بدیم، برنامهشو بخونیم، جداولشو در بیاریم. اگر همه چی اوکی بود دیگه ماشین آماده شه بره برای داینو در حالا هفته های آتی. بهتون نشون میدم که کلن داستان شاهین قصه ما چیه. احسنت، یه دونه جای قفل مرکزی اینجا داریم و چون نمیخواییم ریویو ماشین بکنیم دیگه ادامه بریم بازی کثیف کنیم. چه جاله دینا برقی، این برقی نیستم بدش. از بچگی کلن یکی از عادتهایی که داشتم تا میشستم تو ماشین هیچ کاری نمیکنم، اول اینجا رو فشار میادم ببینم هارد تاچه یا سافت تاچ، که این ماشینم قطعا طبق پیشبینی با اون وضع ولیدیشنی که میدونین حتش میزدم که هارد تاچ باشه. یه حرکت خارجی که دیگه جدیدن قالب ماشینا میبینیم دیگه، کم کم اوویدیا رو آوردن زیر که همه راحت باشن، منطقی هم هست. آبیه. اول خدا رو شکر میکنیم که بالاخره افتخار دادن اکسل عقب دیسکی شد. احسنت. سایز لاستیک ماشین حتی فابیت نیست. بازم که هست. هر خیلی ایزی اوپن، بدون اینکه اولین بار دارم کاپوتو میزنم بالا پیدا کردم جاشو. جک نداره. جک میذاشتن بد نبود ماشین. این کاپوتو دادی بالا هاشم رضا، احساس نکردی میراژه؟ تو احساس کردی؟ نه اینکه میراژه، یه ذره اون حس اومد به احساست احترام میزن. اصلا یه باتری خیلی کوچولو داریم، فاز هوندای قدیمی برداشته، سایپا 50 آمپره. یس، اون عایق اون پشت داریم رو فایروال. سوپاپ یه طرفه برای بوستر گذاشتن چون ماشین توربویی که منطقیه. قشنگ یه تفاوت جالبی حس میکنین با دنا. مثلا ما رو شلنگایی که در واقع رو دنا استفاده شده عایق داریم و محافظت پروتکشن استلان خیلی بهتری داریم، ولی روی ماشین لولش پایین تره. همون داستان ولیدیشنیه که حالا توی موتوکست هم صحبت میکنیم. نمیدونم یا دیدین تا الان یا خواهید دید در برنامه های آتی. فعلا نگاه میکنیم. آره این عایقی که اینجا سایپا استفاده کرده عایق خیلی خوبیه و احسنت اینجاست. ما هم رو سرانزا از این عایقا استفاده کردیم و جالبه، جالب بود برام. همچنان لوله های پوشش کاری شده پرایدی هم اینجا میبینید باز. و حالا عایق که ظاهرش خیلی بیکیفیت، ولی امیدوارم که احسنت. چقدرم داغه. اینم آرم مگا موتوره و اینم آرم مگا موتوره و اینم آرم مگا موتور. احسنت. کویلاش هم مگا موتور بردی داریم. آره کویلا جالبه که همون کویلان پلاگاییه که در واقع سرش اصطلاحاً وایر کوتاه میخوره و رو موتور نصب میشه، ولی عزیزان در واقع اومدن کویلان پلاگو که سسیم هم هست کویلشون استفاده کردن با وایر و اینجا هم یه عایق حرارتی گذاشتن که قطعاً روال نیست کاملاً در عمر زیاد، ولی خب همین که گذاشتن جای شکرش باقیه. نکته جالب دیگه‌ای که بخوام ببینم بهتون بگم این که خب آنالیز این پشت تقریبا مشابه تیباه، دریچه گاز برقی داریم ما اینجا، یه دونه در واقع
مپ سنسور احسنت دادیم که سیما رو قشنگ پیچوندن که قد چه ما نپیچوندیم، ماشینم نوعه یعنی کار خاصی نداشته، یه سه سیم اینجا یه چهار سیم اینجا. خب اینجا ما تمپرچر رو داریم روی مپ سنسور و فشار منیفولد اونه میگه، اینجا اصطلاحاً فشار بوست اونه، خیلی عامیانه شو من دارم بهتون میگم. اینجا پرج بلاف اونو داریم، اینم بلاف در واقع ما که اینجا نصبه، توربوش هم نشون میده احسنت، توربوش هم اینا این زیره دیگه، اوناش میبینین اون زیر اونا اون ویسکیتشه، توربوش هم این زیره و این که بلاف ما هم اکچویتور برقی داره، این هم که پرزمونه، شیدنگ پرزمونه که در واقع به موجب میشه که بلاف خالی بکنه و از این شلنگ بره داخل اینتیک ما، مطابق روال همیشگی که شما وقتی OEM یا اصطلاحاً مدل کارخونه این ماشین رو میخواین جمع بکنین این بهترین کاریه که انجام شه. این ناحیه مدار کاملا مشابه دناه. اینجا جالبه که یه رزونیتور خیلی کوچولو هم داریم. یه نکته خیلی جالبی که بهتون بگم، جانمایی این اتاق جالبه، یه اینترکولر ما این بغل داریم برخلاف در واقع دنا که اینترکولرش جلوه، اینجا در واقع ما کولر رو داریم، کندانسر کولر داریم، خب این پشت منطقا رادیاتور رو داریم و اینجا یه اینترکولر به شکل طولی نصب شده و روش فن نصب شده. احسنت دیده نمیشه که کار منطقیه، شاید نور بندازی دیده بشه ولی توی ناحیه یه فن خیلی کوچیکم روی اینترکولرش نصب شده که قطعا یکی از دلایلی که فن نصب شده، فنش هم با توجه بادخوری که از این ور داریم و ناحیه نصبی که این سمت نصب شده، از نوع فن مکنده است. دلیلش هم قطعا این بوده که خب اینترکولر رو توی ناحیه‌ای که باد مستقیم جلوی ماشین داریم جانمایی نکردن، حالا به هر دلیل مجبور شدن این سمت جانمایی کنن و خدا رو شکر که فن رو گذاشتن. این جالب بود برام. شلنگای رادیات هم وسط باز لوله شد، از اون دور چرخیده پایین که احسنت. سنسور اکسن اون ظاهرا تیپ نروبنده، باز دوباره یکی از باگایی که این ماشین داره اینه که ماشینی که امروز که دارم باهاتون صحبت میکنم تولید میشه، مخصوصا این که توربو هم هست، منطقی بود که برای تنظیم ایدئال ماشین، موتور ماشین در واقع یه سنسور اکسن واید بند مشابه در واقع دناپلاس توربو نصب بکنم روش، که اینم باز یکی از باگاییه که به نظر من اصلا قشنگ نبوده. هزینه خب نگهداری پایینم که خب توجیه نداره، یه ماشین توربوه دیگه. یه کورکن سنسور کیلومتر داریم رو گیر باکس که دیگه این ماشین از ABS خطا میخونه. توربو هم اون زیره، بعد باز کردن توربو هم کلی کار داریم دیگه، این پایپا همه باید باز شه، این اینتیکمونه، این شارژ پایپمون از توربو میاد به اینترکولر، یه رزوناتور خیلی کوچیک داریم و این هم در واقع بعد از اینترکولر شارژ پایپ اصلی هستش که میره داخل دریچه گازمون. ECU ماشین کسنسه یا کزنسه، چون اصالت این ECU ظاهرن چینی، حالا من نمیم تلفظ درستش، بالاخره کزنسه یا کسنسه هرچی هست که احسنت. شما کزنس میزنیم؟ آها کزنس رو میزنیم یا کسنس رو میزنیم، بعد مپاش از تو TNM در بیاریم، در واقع تو وینولز در بیاریم و کار رو انجام بدیم. امروز این ماشین یکی اومد برای چکاپ، یکی برای اینکه در واقع برنامه‌اشو بخونیم تا جداولش رو در بیاریم. این ماشین امروز پذیرش رو انجام دادیم. ایزی اوپن فیتینگ های سوخت که خب منطقیه، این هم که همون سوپا و یه طرفه ای هستش که بهتون گفتم. ممکن از اون سوال پیش بیاد که چرا این کویل این ور نذاشتن. خب میشد یک مکانیزمی در واقع طراحی کرد، مکانیزم ساده که کویل این سم نصب کنند، ولی خب یه دلیلش که روی ماشین واقعا من موافق نیستم که با این وایر را نصب بشه ماشینی که به این شکله، ولی خب منطقا وقتی کویل بیاد این ور واقعا حرارت خیلی بیشتر اذیتش میکنه و خب این ماشین هم بحث عمر با توجه به اینکه قطعا قطعاتش هم با کیفیت نیست، بحث عمر براش مهمه و شاید منم ترجیح بدم که کویلا همین بر باشه و حالا وایر فقط بیاد اون بر. لاین روغن آب از اینجا گرفتن، روغنش هم که بغل موتور، خیلی کیپ و بسته است همه چی. شما رو دنا خیلی واضح تر ناحیه توربو رو میبینین، اما بازم احسنت. آیق اینجا خب شیلنگم محافظ داره، اینو اوکی کار کردن، منطقیه. حالا کاش این شیلنگم، حالا شیلنگ رادیاتشون هم با توجه به اینکه باز ما اینجا دپو حرارت داریم مثل
بچه های ایران خودرویی رو دنا ما محافظ داشتیم روش. اما یه نکته ای که اینجا هست اینه که البته حالا اینم منطقیه، ولی خب این میتونست مدل پرس شیلنگی باشه با این فیتینگ هایی که درجا سرزش میچرخه، خب منطقی تر بود این اتصال و عمر بالاتری داشت. ولی خب حالا حتی این آیق هم ارزون قیمت همچین در نیومده، ولی خب حالا غر نمیزنیم دیگه. یه نکته میخواستم بگم در مورد کویل بهتون. ببینین ممکنه بعضی سوال پیش بیاد که خب خیلی هم ماشینایی که دیدین وسط این چرا بغله، از یورو 2 به یورو 4 که پراید عوض شد جای در واقع زاویه شمعو تغییر دادن که بهینه باشه، روی موتور هم باز به همین شکله چون دیولپش عملا بعد از اون بود. توربو رو حالا کار نداریم، اتمسفرش هم داریم میگیم. این موتور چون هدش های سوپاپه و شمعش بغله، شما به ناچار تغذیه در واقع برق شمعتون از کنار سرسیلن هست و شما اینجا از نظر ریختگی جایی ندارین که این وسط بذارین، ضمن اینکه از نظر آنالیز در واقع جریان‌هایی که داخل اتاق احتراق رو این موتور های سوپاپ با این سایز سوپاپ و داستانهای دیگه میفته، جای منطقی شمع هم بغل هستش با این آنالیز، نه هر های سوپاپ با این آنالیز. اما خب احسنته، قدیم پیچای این تو مگا موتور این که اون قدیم نبود، ولی پیچاشون بیشتر یست پیچ بود، وای پی نصف این یست پیچا رو ترک نکشیده میبرید. آها احسنت، پیچای قابسوپاپ یست پیچه وای پی، خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن ترک متر سیسماس. احسنت، اینا قبل نصف این یست پیچا رو موتور نیسان زد 24 قبل اینکه به تبرزه میبرید پیچای خیلی با کیفیتی نبود. خیلی خب قطعا دیگه این همه ساله پیچ شیشه ساده است دیگه. دو مدل پیچ استفاده شده، یکیش یزد پیچه و یکیش هم ITC هستن. قشنگتر، ظریفتر، کیپتر، در بطریه آب توی یخچال ما منطقه تر بسته میشه این سفر. خب یه سویچ اینرسی داریم که امیدوارم این بسیپی کار سایپا نباشه دیگه. دیاق زدین با سوکت دیگه، بسیپیش چیه؟ سویچ اینرسی هم که میدونین کارش چیه دیگه، تو تقه و ضربه و فلان این سویچ در واقع برق رله ثانویه ما یا رله که در واقع تغذیه کویل و انجکتور غیر از داره رد میکنه، یعنی قطع میکنه و ماشین خاموش میشه. یادش بخیر اون موقعی که سعید عربیان و احمد شرقی زنده بودن به خاطره خودشون یه سمند از ایران خودرو میگیرن برن رالی، جامپ اول و آقای سعید خان که میزنه ماشین یهو خاموش میشه، اینا میمونن آی چیه داستان، چی شده، چرا ماشین خاموش شده، یا میبینن که احسن ایران خودرو ماشین آماده کرده برای رالی که سویچ اینرسی رو قطع نکرده. به این خب لوله اگزوز هم که میبینیم مشخصه از الان که بزرگتر شده سایزش، فکر میکنم 2 اینچی باشه چشمی، ولی چون اینا لوله های در واقع حالا ظاهرا که آهنی آلومینایز شده است، حالا با توجه گوشت و ایناش باید ببینیم که قطر داخلیش چنده، ولی ظاهر از بیرون میخواد که حدود 2 اینچ لوله باشه که قابل قبوله. پمپ هیدرولیک هم حذف شده و فرمون این ماشین هم مجددا برقی شده که حالا دیگه غالب کمپانیا به واسطه بحث در واقع افیشنت بودن و افیشنسی میان این کار میکنن که هم به توان گشت و حال ماشین نقصان تو پارشیال لود اضافه میکنه، همین که خب آلایندگی و مصرف سوخت رو روش تاثیر مثبت میذاره. دست موتور از این دمپر دارام گذاشتم که احسنت، جالب اینم منبع انبساط اومده اینجا. آها و نکته جالب این که دیگه مدار این ماشین مدار بسته شده، دوستانی که بسته و باز براشون سواله، باز مثل پراید، مثل خیلی از ژاپنی‌های قدیمی و حتی جدید، اما بسته دیگه به این شکله مثل 206 و مثل قالب ماشین حالا اروپایی بستگی داره. نمیشه گفت این خوبه یا اون خوبه، هر کدوم ویژگی خاص خودشون رو دارن، تابع جانمایی رادیاتوره و کلی مسئله دیگه. غالبا ماشین‌های جدید هم چون رادیاتور باید ارتفاع پایینی بگیره دیگه، ما یه سری محدودیت ها تو جانمایی قطعات داریم، حالا به واسطه هم استاندارد تصادف و آبر بیاده که از فرق کمر قطع نشه و اینجوری لوند بیفته رو کاپوت دو رجون آبر بیاده. این چی میگی باز و بسته؟ آها این بسته یعنی تحت فشار، ما اینجا یه در داریم با کیلوپاسکال فشار بالاتر مثل 206 استلنی منبع انبساط داریم، ولی ما مثلا روی سیویک خودت علی
یه منبع انبساط مدارباز داریم، در تحت فشارمون رو خود رادیاتور نصب میشه. و یه نکته جالب دیگه بهتون بگم، ببین بدا رو داریم میگیم، خوبا رو انصافا میگیم دیگه، یه سری پره اینجا داریم اگه دستم نسوزه، این پره به شکل مکانیکاله. خب این پره نمیدونم تو دوربین میفته یا نه، رو رادیاتور مزداسه هم ما همچین پره هایی داریم، تا پایین پره است. پره ها برای اینه که در واقع میزان در واقع دبی هوایی که از فینای رادیاتور اصلا در رد میشه رو مخصوصا توی کولد استارت و غیره کنترل کنه. این فنا خب با باز با باد احسن باز میشن یا با باز باد میشن، که اینم برای در واقع منیج ترمودینامیکی حرارت موتور، مخصوصا تو تایم پست استارت و کولد استارت و وارماپ و داستانهای دیگه است. تنها انتقادی که حالا کاری به بحث موتور ندارم که های سوپاپ و این وضعیت و داستانهای دیگه، حالا اینو زدن دیگه، اون بحث قالب سازیه که 2000 بار با هم صحبت کردیم. ولی تنها نکته ای که میتونستن بدون، درسته هزینهش بیشتره، ولی بدون دیولوپ هیچ پارامتر خاصی در واقع رو این موتور انجام بدن، این بود که سنسور اکسیژن یکشون رو واید بند استفاده میکردن، که این واقعا باگه و اصلا قشنگ نیست این کار. جالبترین اتفاقی که بر روی ماشین دیدم با توجه جانمایشون این بود که خب حدس میزدم که ماشین توربو شده، مدارش رو بسته کنن با توجه اینکه پلتفرم همین پلتفرم جدیده. اما جالبتای مسئله یا همون مسئله که دیدم روی ماشین اینه که اینترکولر رو فن مکنده گذاشتم به واسطه جانمایی و اومده این بغل و از این آیه خوشگلای نارنجی داره این ماشین، که منطقیه. اینم تقریبا فکر کنم رده پلاستیکش ایه. آره دیگه، فکر کنم پایین ترین رده بازیافتی پلاستیک استفاده کردن. زشت نیست، این همه هزینه کردین، این همه پلتفرم جدید و تو این مملکت هر 100 سال یه بار تقریبا یه پلتفرم جدید تو صنعت خودروه، این مثلا هزینه تولیدتون چه میاد 20000 تومان بیشتر بشه دو تیراش. چی آخه این چه کیفیتی؟ خیلی چیزای کیفیش واقعا با دنا متفاوته وقتی میبینین. حالا بحث پرفورمنسیشو کاری نداریم که کلا پرت این ماشین به نسبتمون، ولی خیلی چیزای کیفیش متفاوته. ولی خب کارهای قشنگشون هم بهتون گفتم. تاپ یه طرف اینجا داریم، شوخه یه طرف، مخصوصا ماشین وقتی در واقع بوست داره شما خیلی از دایاگرام های وکیومتون رو، حالا چه چیزایی که در واقع میره تو بحث تهویه فشارات مثبت کارتل، چه میره تو بحث بوستر ترمز و غیره، از این شاپ های یه طرف باید استفاده کنین که قیمه هاتون نره تو ماستا. چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ دستم اینقدر با همیشه اینجا بازی کردم خاکی شد، دستم رو میشورم و شروع میکنیم به خوندن برنامه این ماشین. Few moments later. احسن آزالی چه خبر؟ بابا چی شد آجان رضا شاهین؟ شاهین رو چکش کردیم، باید در واقع چون ECU جدیده. ببین خوبی خودروسازی ما اینه که همه دنبال ECU اصیلن، مثل کسنس، AECS، اینا همه تمام دنیا الان میدونین دیگه روی BMW DTM هم کسنس نصب شده. ما چون همیشه صنعت خودمون دنبال اصالته، یه ECU پیدا میکنن دوستان که تو هیچ قبرستونی پیدا نمیشه. برنامه رو خوندیم، باید اعمال شاقه انجام بدیم که حالا کارمازش رو بکنیم، چکسام و وینولز بازی و فلان و اینا، که یه پروسس خودش کاره یکی دو روز هم نیست، یه پیگیری بکنیم، یه کار تیمی ببینیم که چه خبره، جداول در بیاریم، ماشین بره رو داینو و ایشالله که تنظیمش بکنیم دیگه. کلی هم که از خود شاهین بهتون رو خود ماشین نشون دادم که چی هست چی نیست. بنده خدا مالکم که به ما گفت دیگه، گفت من هفته یه دور دارم وایر عوض میکنم، ماشین میره نمایندگی. به این میگن یه ماشین ولید شده، احسن اصلی ولید شده بابا. بعد جالبه که میری تو خودروسازی میشینی همه از سرتاپا ولیدن، یعنی تا میگه بسم الله الرحمن الرحیم ولیدیشن، ولی اینم حاصل خودروسازی ما که به این شکل ماشین سهه یا فهه گذری شده. احسن، سهه گذری میشه هم ولیدیشن، یعنی ماشاءالله تو کلام و حرف همه قله‌های اورست اصلا اونجا خونه آپارتمان زده، ولی میاد در عمل
احسنت میشه همه چی. امیدوار که نیستم قطعاً چون قضیه چیزی درست شه، ولی امیدوارم که خب کار ماها و بچه های ماشین باز و غیره ایش موقع لنگ نمونه به کارمون پیش بره. اینجا یه داریم؟ نه یه داریم که بارگاه اونجاست دمه دره دمه. ولی هر موقع کاری نداشتی و اینا اینجا هست. الان با منی؟ نه کلا. چه من نگو هر موقع اونجا تموم شد کسی بود اونجا این زیر هست بچه ها. ایوه دوستان استارت دکمه ای اوتومات و بعد با دوزگیر و سیستم و آره آره بالا چیکار داری میکنی؟ هیچی. این زیر خیلی وضعیتش خراب بود، بعد شروع کردم از صبح تا الان فقط دارم در میارم اینا رو، سیما رو گله هاشو جدا میکنم، جای ذره جاشو مرتب میکنم، این زیر باید بچینم. شیلنگ واتمتر رو دوباره از اول در آوردیم، وکیوم بوست همه این زیر این سیما از هر بر گره خورده بود، اینا رو درست کردیم فعلا تا جایی که بشه دیگه، حالا سعی میکنیم که مرتب بشه دیگه. رسیده به اینجا، اینو شما ببینید. اینا چیه؟ فندکی. آه آره. بعد برقش هم کجا اومده؟ تنها چیزی که تا الان تونست من را رینسیم کشی فیلم نگه داره که بتونم کار کنم هایده بود. هنوز تو زهت ماشینم هایده میخون. خدا بیامرزوتش. به این شکل ماشین رو داریم جمع میکنیم، کاپوت دوست داشتنیش هم بستیم، بریم برای ستاپ و زودتر تحویلش بدیم. برای دوستانی که فکر میکنن ماشین فقط یه توربو داشته، نه توربو نداشته دیگه، توی توربو فقط نبوده این ماشین، ماشین همه چی بوده، از شاسی کشی بوده تا جوشکاری اتاق. این ماشین یه بار دیگه عملا ما تولید کردیم. دمپینگ جدا، یه سیستم دمپینگ داریم و یه تودوزی جدا داریم و موکتای کفایه جدا داریم، سیمکشی کامل اتاق که اصلا واتر متانول سیمکشی بادی جوشکاری شاسی گفتم سیستم ها رو باز کردیم، سیستم قرار نصب کنن رو ماشین. یعنی یه سری کارا انجام شده که فقط صرفا رو این ماشین ما انجام دادیم اینو، چون اونم یکی از مشتریای دوست داشتنی قدیمی بود دیگه انجام هم نمیدیم روی همچین تورو کردن یه همچین ماشین. نهایتا با کشیدن اگزوزش اینو بیشتر از یه ماه تا دو ماه طول نمیشه. حالا دوستان جات مثلا سریعتر انجام بدم، کارگاه ما اینجوریه، شینیگامی توش یه ماه دو ماه با باز و بست موتور و اینترنال و پورت پولیش و این داستان دو ماه طول میکشه. داد بزن حال ندارم الگی ادا حال بدار در نیار خدا. یخچالمون امروز میشه اتصالی کرده دوباره نصف گوشت خراب شد، با اون درست کردیم. ولی خب اینجوری دیگه زندگی بالا پایین داره دیگه. سیسماس. زندگی بالا پایین داره، ولی امیدوارم که خودتون بالا پایین نکنید. همون زندگی بالا پایین می‌کنه. ما بریم دیگه.